بندازش. من از همون اولش هم از این دختر خوشم نمیومد. تو چطوری خودت راضی کردی سحر رو بدی دست اون؟ برای اینکه کسی مطمئن تر از اون سراغ ندارم. شناسنامه رو برداشتی؟ برمیدارم. بعدشم تو اونو خوب نمیشناسی. اون برخلاف ظاهرش قلب پاکی داره. اه؟ معنی پاکی رو فهمیدی؟ تو رو خدا اینجوری صحبت نکن. من که میگم سحر رو با خودمون ببریم. تو مخالفی. مامان کجا میخوایم بریم؟ من مدرسه دارم. برات میگم دخترم، برای همینه که میگم اقلا یه جایی بذاریمش که دار و دسته شهرام ردی ازش پیدا نکنم. نمیدونم والا. فوقش یه هفته است. خیلی خوب باشه. کجا قرار گذاشتیم؟ ساعت 2 سراح تیموری. مامان کجا میخوایم بریم؟ بهت میگم دخترم. بجنبه. مامان بگو دیگه، من پیش کی میخوای بذاری؟ کلافم نکن سحر، بهت میگم. مامان بگو دیگه. اشغاله. من باور نمی کنم. چرا با من اینطوری کردی؟ تو نمیتونی با من این کارو بکنی. نمیتونی. امکان نداره. من از اول بهت گفته بودم که مسافرم. تو همه چیزو جدی گرفتی. تو کی گفتی؟ بارها و بارها گفتم. یادت رفت؟ من فقط اون حرف و قول و قرار رو یادمه. نمیدونم. نمیدونم به چه زبونی حالت کنم. دست از سرم بردار. من نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم. من از این زندگی خسته شدم. خیلی خوب، بذار منم همراهت بیام. هر جا که بری باهات میام. هر طور که بخوای باهات زندگی میکنم. نمیشه. خودت خوب میدونی که نمیشه. من میدونم به خاطر کیه که نمیشه. بدون برای من هیچ فرقی نمیکنه. همین؟ آره همین. تو هم انقدر احساساتی نباش. قد مرسی، خوب بود. بیا دوربینه جمع کن. اون خانم دوباره دیگه هم تلفن زد. Thank you.
چرا نیومد؟ بده من کیفا. مامان پس من کی میرم مدرسه؟ امروز که نرفتم باید بری به معلم بگی. داریم میریم مسافرت، از اونجا بهش زنگ میزنم. میخوایم بریم پیش مامان بزرگ؟ تو میری پیش دوست من، اونجا بهت خوش میگذره. مامان تو هم میای؟ نه عزیزم، تو تنها میری. مامان من میخوام تو هم پیشم باشی. مگه من کار بدی کردم؟ نه دخترم نه. اومد. بریم سر. بودو. بودو. بودو سهر. بودو. بیا. نگهدار. بودو. دارم میرم طرف BMW. این که چیزی توش نیست. اون اسات حتما همراهش بوده. پیش دختر است. منو کجای داری؟ میخوام برم پیش مامانم. بس ساکت باش. بذار در بره. پیش به راست. ب
هیچ به چپ، به چپ. سمین. برگرد عقب، برگرد عقب. دور بزن. گفتم آرومتر. شناختیش؟ نه، نشناختمش. فکر میکنم تو خیابان نادری پیدا شده. برو خیابان نادری. خیلی خوب. بله. سلام. نه امشب نمیتونم بیام. چند روزم شما کار تعطیل کنید. خب میتونی صحنه های شمالو بگیریم. بله. خداحافظ.
الو، آتش نشانی؟ آقا خونه همسایه ما آتیش گرفت، الان همه جا رو آتیش میگیره. بله آقا، بله. بفرم، یادداشت کنید. خیابون مه، کوچه اول، پلاک 14. خیلی ممنون. الو کلانتری؟ آقا تو کوچه ما دارن تیراندازی میکنن. نه آقا، دوز نیستن، خرابکارن. الو اورژانس؟ آقا تو کوچه ما دارن دو نفر جون میکنن. نه آقا، ماشین زد در رفت. آقا تو رو خدا به دادشون برسید. دست خوردین. الو مریم، خودتی؟ سلام، مینا هستم. همین دورو برا. نه نزدیک خونه شما. باشه، خب دیگه گفتم یه احوالی بپرسم اگه خونه بیام پیشت. نه حالم خوبه. نه چیزی نشده. شوهرت خونه است؟ خب خوبه، الان میام. خدافظ. کجایی؟ رابیو من باید پیش مامان بزرگم. فکر میکنی خوشم بیاد که تو پیشم باشی؟ به خاطر قولی که به مادرت دادم مجبورم تحملت کنم، پس خودتو لوس نکن. اگه هم نمیخوای با من بیای برو. اینجا ببینم.
سلام. چه عجب، پارسال دوست، امسال آشنا. هیچ معلوم هست تو کجایی؟ تعارف نمی کنی بیایم تو؟ چرا؟ بیا تو. قرار شد بریم اصفهان، ولی بازم همون سردرد قدیمی اومد سراغم. حسین خودش با بچه ها رفت، من حال حوصله‌شو نداشتم. سر جون شیکاکاو تو بخور. نمیخوام. بچه دوستمه، مادرش گرفتار بود، یه هفته گذاشتش پیش من. گفتی کی شوهرت میاد؟ فردا بعد از ظهر. امشب که برنامه نداشتی نه؟ چطور؟ خب گفتم اگه مزاحم نیستیم امشب اینجا بمونیم. خوشحال میشم. بعد از فوت مامان و بابا قرار بود بیایی با ما زندگی کنی، یادته؟ مریم تو رو خدا این بحث قدیمی رو پیش نکش، اینجوری برای هر دوی ما بهتره. اصلا تو میدونی چی کار میخوای بکنی؟ بازیگری هم شد شغل، اینم زندگیه که برای خود درست کردی؟ مطمئن باش اگه بابا و مامان زنده بودن هیچ وقت نمیذاشتن تو این رو قدم بذاری. مریم تو رو خدا ول کن این گله گذاری ها رو. میخواستی با بهروز ازدواج کنی چی شد؟ من نمیخواستم، بهروز میخواست. سهر جون عزیزم چی شد؟ برم کن همش تقصیر تو بود. که مینا جریان این دختره چیه؟ نپرس مریم، نپرس، نپرس. بیسکویتی چیز؟ ببخش. کیه؟ یعنی حسین مرگشته؟ نمیدونم، بذار ببینم. دختره رفته. چی؟ سحر، سحر، زود باش بیارش تو. سحر، سحر جونم، تو خوبی؟ من خیلی دوست دارم، برای همین نمیخوام بری تو خیابون گم بشی یا اونا بیان بدزدنت.
میفهمی؟ من و مامانت خیلی با هم دوست بودیم، خیلی، از خیلی قدیما، از وقتی که قد تو بودی. اما اگه واسطاده بودیم اونا به ما هم تیراندازی میکردن. سحر دختر خوبی باش، تو رو خدا به من کمک کن. دلم برای بابا مامانم خیلی تل شده، یعنی اونا الان کجا؟ من نمیدونم، نمیدونم. اصلا مامانم خون میومد، دردش گرفته بود. چرا نمیریم دنبال بابا مامانم؟ خب آخه اونا دنبال ما هم هستن. اونا کیان؟ نمیدونم. چرا به پلیس نمیگی؟ پلیس میاد اونا رو میگیره. نه سهر، نه، پلیس هم نمیتونه کاری بکنه. پس اگه اینطوره ما به کی بگی؟ به هیچ کس، هیچ کس. من تنهات نمیذارم، من اینجا، نترس عزیزم. تکلیف چیست؟ آیا باید همانند آنها دست به اسلحه بریم یا بی تفاوت بمانیم و یارانمان را از دست بدهیم؟ چگونه میتوانیم کشتار وحشیانه را متوقف ساخت؟ ما به این نتیجه رسیدیم که دست به افشاگری بزنیم و برای افشای آنها مدارک و عکس ها همچنین نوار را به اطلاع عموم مبارزین برسانیم. ارتباط با نون ساد سبت نادر صابری. الو. بله. ببخشید اونجا کجاست؟ با کی کار داری؟ بایگانی. گوشی. بفرمایید. الو. ببخشید با آقای صابری کار داشتم. بفرمایید، خودم هستم. ببخشید اسم کوچیکتون آقای؟ نادر صابری. بله بله. حالتون خوب آقای صابری؟ خیلی متشکرم. ببخشید من، یعنی شما یه امانتی، یه بسته پیش من داری. گفتی یه بسته؟ من اصلا متوجه نمیشم، شما کی هستی خانم؟ اجازه بدین خدمتتون برسم، حضوراً توضیح میدم. بسته از طرف کیه؟ الو؟ الو؟ از طرف آسیه رضوی. میشه بپرسم شما اونا رو کی دیدی؟ دیروز بعد از ظهر. سهر پیش شماست؟ بله بله، اونجاش امنه. خانم میشه لطف کنیم به ما بگین شما کی هستی؟ به من اعتماد کنید آقای صابری. میتونین همین الان بیاین اینجا. اونجا؟ بله خانم. شماره تلفن من کی بهتون داد؟ خب تو دفترچه آسیه بود. پس من منتظرم.
ببخشین کجا باید بیام؟ اداره مرکزی ثبت احوال. بلدین که؟ بله. منتظرتون. خدا نگهدار. سلام. سلام. بفرمایید خدمت میرسم. من شما رو یه جایی دیدم. بله بله خانم اخوان. مشکل شناسنامه‌ای داریم؟ آقای نادر صابری؟ بله، خودم هستم. من نیم ساعت پیش تلفن زدم. یادم نمیاد. قرار بود یه بسته به شما بدم. بسته؟ بله. از طرف کی؟ آسیه رضوی. گفتین آسیه رضوی. تا حالا اسمی از شما نیامده بود. خب چرا شما؟ خب سر پیش منه. شما اونا رو خوندی؟ بله. پس میدونیم ما داریم چی کار میکنیم. نه اصلا ناقص بودن، چیزی از اونا نفهمیدم. بقیهش اینجاست. همراهتونه؟ فکر نمی کردم ببینمتون. کجاست؟ جاش امنه. اینجا جاش امن‌تره. امروز قبل از تعطیل شدن اداره برسونیدش به من. نادر میدونه اون کجاست. تا شب پیداش میکنه. آدم میکشن. صد دفعه بهش اخطار کرده بودم مواظب باشید.
تو کجایی؟ کجا برم؟ خونه مریم. دیشب اونجا بودی؟ برای چی؟ مگه شوهرش نیست؟ تو چرا چرا؟ نه سلامتی، من پسر عموتم. نمیخوای به من بگی؟ حرف بزن میدم. چرا انقدر مضطربی؟ کاش فقط پسرمو میمون یه دست از این عشقای شقیات برمیداشتی. مینا، به منم نمیخوای بگی چی شده؟ کجا بودی تو حالا؟ مگه چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ کلافم کردیم بچه به زور تونستم بخوابونمش. من نمیدونم تو چی کار کردی و چی کار داری میکنی و این دختر کیه. نمیخوامم بدونم، اما اینم نمیخوام بعد از چند سال که اومدی اینجا زندگی منو از هم بپاشی و همه چی رو خراب کنی. ما فکر میکردیم تو این مدتی که نیستی افتادی تو خط بازیگری و سینما و به خاطر همین چیزا از ما بریدی و با ما نمیجوشی، تافته جدا بافته شدی. اما هرگز نمیتونستم فکر بکنم که خرابکار بشی و بیفتی تو این جریانات. تو چی داری میگی؟ کدوم جریانات؟ خرابکار کیه؟ من از تو جواب نمیخوام، فقط ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم تا حسین نیامده زود از اینجا برو.
ببخشید، یه اتاق دو تخته می‌خواستم. رزرو کردی؟ نه خیر. بفرمایید. متشکرم. از در که وارد شدیم من فکر کردم خانم مینا اخوان هستی. چطور؟ خیلی شبیه اون هستم؟ ببخشید، شناسه ما پیش شوهرمه، به زودی میرسه. خواهش میکنم. بفرمایید، اتاق 206. متشکرم. بیایید. سلام. تعطیل دخترم. کار چیه؟ مشکل شنم. شناسم هم. برو چند روز دیگه بیا. بله. رئیس عمرشو داد به شما. تهران زنگ میزنم. میشه همشیره بنده رو صدا کنی؟
نه نه گوشی دستمه. ببخشید مزاحم شدم. الو بازی سلام. کیف احوال؟ نوار نیو. یافتسوز شوخلار نزدیلر. Sağ olasan, elhamdülillah, pis değiller. Salamları var. Yo yo, hava da yaxşı deyil. Hele hele bir cürdü day. از جلسه مخفیانیان را به دست آمده حکایت از یک تصفیه خونین درون تشکیلاتی می کند. هر کس اندیشه مذهبی دارد اگر اصلاح شود پذیرفته می شود، وگرنه همه باید معدوم شود. اسامی افرادی که مرگ آنها قطعی شده: مجید شریف، آسی رضوی، نادر صابری. خدای من، کاری میکنند که اکنون پلیس با مبارزین میکند. برای جلوگیری از جنایت‌های آنها باید اهداف عملکرد این فرصت طلبان افشا گردد و به اطلاع مبارزین داخل و خارج کشور برسند. آنها اعلام کردند هر کس با ما نیست باید از بین برود و به این گفته نیز عمل کردند. خدا به کمکم کن، کمکم کن. آخه چرا من، چرا من؟ خدایا ممنون. صبح بخیر. سلام. سلام کربلایی.
کدوم اتاق؟ شماره اتاقتون چنده؟ نمیدونم 206 207 نمیدونم آقا. ببخشید خانم من خبر ندارم، باید از شیفت شب بپرسم. خب من شیفت روزم. خب خب بریم ببینین هست. بله. برین آقا. خانم اخوان، شما دیشب کجا بودین؟ دخترتون راه افتاده بود تو راه رو، مرتباً صداتون میکرد. خواستیم به پلیس زنگ بزنیم، گفت نه مامانم زود بر میگرده. ولی من چون مطمئن شدم چمدونتون هنوز تو اتاقتونه، فهمیدم که بر میگردیم. خب حالا کجاست؟ گویا شما دیشب تو اتاقتون نبودیم، بهتر بود به ما میگفتین کجا تشریف میبرین خانم اخوان. وقتی آدم میمیره کجا میره؟ چی؟ گفتم وقتی آدم میمیره کجا میره؟ خب نمیدونم، یه جای خوب. مثلا کجا؟ مثلا تو آسمون. چجوری؟ مثل مسافرت کردن میمونه، یه سفره. سفر؟ با مامان منم میخواستم برن سفر. عزیز دلم، عزیز نازم، آخه این چه کاری بود که تو کردی؟ داشتی راحت زندگی تو میکردی؟ اینا تو رو چه به سیاست؟ حالا چه کار میخوایی میکنی؟ اولش میخواستم یه جوری از شر این ماجرا خلاص شم، اما الان دیگه نمیتونم، یه جوری آلوده این جریان شدم. من و آسیه با هم دورانی داشتیم، درسته که مدتی از هم بی خبر بودیم، اما دوستی ما ریشه دارتر از این حرفا بود. خب اینا درست، ولی حقه که تو زندگی تو برای کسانی که میگی خودشون به جون هم افتادن به خطر بندازی؟ تو اصلا این وسط چی کاره ای؟ ول کن بابا. من خیلی به تقدیر معتقدم. یعنی چی؟ احساس میکنم یه جوری انتخاب شدم، بهروز مداری که دست منه. خیلی به خاطر این مدارک کشته شدم.
بابا این مدارک بده بهشون، جون خود تا جون این بچه رو خلاص کن. بهروز چقدر این حرفو تکرار میکنی؟ تو اصلا حال و روز منو نمیفهمی. ببین تو باید کمک کنی که من، ببین الان هم اونا هم پلیس دنبال منن، این سند جنایت اوناست، من باید اینا رو منتشر کنم. تو زده به سرت، تو آمد کمک کنی که من از ایران برم. چی؟ کمک کنم که بری؟ خواهش میکنم بهروز، پدرت آژانس مسافرتی داره، تو خیلی راحت میتونی این کارو انجام بدی. نه؟ شما رو میذارم خونه، خودم میرم دنبال بلیط و پاسپورت، سعی میکنم توی این یکی هفته رایتون کنم برین. نه خونه شما نریم بهتره. بزنم اوتا مشکوکی؟ این چه حرفیه؟ نمیخوام حالا که حسابی رد گم کردم سر نخی جا بذارم. از کجا میخوای بری؟ یه جای امن میشناسم، خونه یکی از دوستان. مطمئنه؟ آره از دوستان دوران دبیرستانه. شاید تونستم برای همین فردا پس فردا جورش کنم. من امشب با تماس میگیرم. باشه منتظرم. خدافظ. خدافظ. خونه خاله فریبا. سلام بابا، چطوره؟ بد، دیگه حسابی خسته شده، زمینگیر زمینگیر شده، باور کن دیگه همه رو کلافه کرده، مرتب بهانه میگیره. مامان چی؟ اونم دنبال قروفه رو دوست داشته، میگه واسه چی خودم رو پای شما پیر کنم. رفته با دوستاش دنبال خوشگذرونیش، چی بگم مینا؟ ازم خیلی به هم ریخته است، حوصله هیچی رو ندارم. چه دوره ای داشتی؟ خوب یادمه. چقدر زود گذشت. چطوری سحر جون؟ چرا ساکتی؟ آسیه نگفته بود که هنوز همدیگر رو میبینیم؟ تا دو سه ماه پیش مرتب همدیگر رو میدیدیم. خیلی عجیبه، پس چرا سحر پیش منه؟ نمیدونم. فریبا! فریبا، دوای منو گرفتی؟ من بیام این موقع فکر نکنم که نه، تو بشین. سلام، هیچ معلومه کجای فریبا؟ صد تا داروخونه رو گشتم تا تونستم قرصای بابا رو پیدا کنم، اونم با پارتی بازی. تا سرد نشده بخور. ممنون. خواهش میکنم. راستی فریبا من هرچی گشتم نبود، میتونم یه تلفن بزنم؟ چرا که نه، یه دقیقه صبر کن. ممنونم.
میخوای من برم بیرون؟ نه نه. الو بهروز، سلام، چطوری خوبی؟ نه نه راحتم. چی شد؟ حدس میزدم. حالا چی کار کنم؟ باشه باشه، نمیام، یه لحظه گوشی. فریبا، تو فردا تا ظهر کجایی؟ خونه هستم، کاری نداره. میتونم سهر رو بذارم پیشت برم؟ باشه، عیبی نداره. بهروز، من ساعت 8 اونجا. خدافظ. با یه اسم دیگه و دو تا شناسنامه جعلی بازم نمیشه؟ چرا میشه؟ ولی وقت میبره. جعلی شناسنامه و پاسپورت حداقل دو هفته طول میکشه. باید صبر کنی. نمیتونم. یعنی هیچ راه دیگه نیست؟ چرا؟ از طریق دریا. چطوری؟ میری بندر عباس، سوار لنج میشی، میری کویت. بعدم از اونجا هر چی خواستی برو. مطمئنه؟ تو که خیلی به خودت مطمئنی. گوش کن. یه ناخدا هست که تا الان 10-12 از مشتریایی که می‌خواستیم قاچاقی ردشون کنیم، فرستاده اون برا. از چی می‌ترسی؟ تو که خیلی شجاعی. نه بهروز، نه. من نمی‌خوام تو وارد این ماجرا بشی. فکر کردی تو این موقعیت میتونم تنهات بذارم؟ تو هیچ وقت نتونستی منو بشناسی. حتی سعیم نکردی. اینو بدون. من به این راحتی ها تو رو از دست نمیدم. تو هم اینو بدون، من فقط به عنوان پسرمو ازت کمک خواستم. اگه میدونستم تو دوباره میخوای. تو الان بیشتر از هر موقع به من احتیاج داری. منم به تو. سهرم میتونه با ما زندگی کنه. ببین بهروز، من الان تو وضعیتی نیستم که بتونم در این مورد حتی فکر کنم. چه برسه به تصمیم؟ تو میفهمی؟ امیدوارم تا موقع پرواز بتونی تصمیم بگیری. منم که نمیخوام به زور. بلیط بندر عباس کی میتونی جور کنی؟ بلیط آماده است. ساعت 6 عصر همین امروز. نگه دار، نگه دار. چی شده؟ هیچی، برو، برو. الو فریبا، سلام، چطوری؟ ببخش من اینقدر مزاحمت میشم. حسابی از کار زندگی افتادی. خواستم بگم نهار میگیرم میام. سحر چطوره؟ چی؟ تو چی گفتی؟ تو چی کار کردی فریبا؟ من بهت اعتماد کردم. اونا کیان؟ بالاخره کار خودشونو کردن ها. الو الو الو. بله، شما گوش کنید آقا. ببینید، نه من شما رو میشناسم نه شما منو. کاری هم به کارتون ندارم. پس کاری هم نکنید که بعد از اینی که هست بدتر بشه.
اون اسناد به درد من نمیخوره. فقط خواستم ببینم چه که اینقدر براتون مهمه. بله فهمیدم. چیکار کنم؟ باشه من حاضرم. برای من سحر مهمتره. نه مطمئن باشید تنها میام. فقط اگه یه مو از سر اون بچه کم بشه بذارید بنویسم. چرا اونجا؟ الو؟ 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 چی شده؟ فکرشم نمی کردم با اونا باشه. کی؟ دوستت؟ بالاخره کار خودشو کرد. چی کار کرده؟ اونا سحر رو نگه داشتن. قرار من اسناد رو بهشون بدم تا اونو آزاد کنن. قبل از هر تصمیمی بهتر یه کپی از روش بگیری. نه، اگه 100 تا کپی هم از روی اونا بگیرم براشون فرقی نمیکنه. مهم اون اطلاعاته که نباید به دستشون برسه. چه ساعتی قرار گذاشتی؟ 6 ساعت بیشتر به پرواز نمونده. من بدون سحر هیچ جا نمیرم. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی اینجا هم سینماست؟ اونا آدمکشای حرفه‌ای هن. آدمکشای حرفه‌ای. ساکتش کن، خفه شو بچه. خفه شو. ماشین اومده؟ آروم بسه که زودتر اومده. آروم ده. انگار کسی توش نیست. مطمئنی ماشین دختره است؟ آره درست سر جاش وایسی. برو پایین ببین چه خبره. دیوونگی نکنی دختر. فکر کردی داری فیلم بازی میکنی؟ ببرش بیرون. کجایی؟ خودت رو نشون بده.
را بیافت. اگه لازم شد بکشینش. بشو دیگه برو برو دنبالش سویش برده برو 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 نمیدونم ولی خیلی دوستت دارم. میشه بهت بگم میشه بهت بگم مامان؟
حالا از من باید بری؟ اونا که کشته شدن؟ من باید اون اسناد رو منتشر کنم، فقط اونجا میتونم. سعی میکنم تا چند روز دیگه کارامو جور کنم بیام پیشت. باش، اونجا منتظرم. ام بهروز، شما هم با ما بیا. بعدم اینو میدی به شاید، خودش میدونه چی کار کنم. بفرمید. چکرم. بیا. خب دیگه. خداحافظ. مواظب خودت باش. با امید دیدار.